خب در هفته گذشته ما صحبت هایی داشتیم و مختصر از برنامه هفته گذشته یاد میکنم که در مورد رشد استعدادهای جوانان عزیز ما بود که حرفایی داشتیم و از قدر کردیم سهمگیری جوانان خود در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان که به خاطر ایجاد یک تغییر مثبت بر رسیدن به یک آینده روشن تلاش دارند، چه در بخش‌های سیاسی، چه در بخش‌های اجتماعی، چه در کارهای انسانی. و واقعا ما جوانان عزیز فعالیت‌هایشان که می‌بینم، من تو هفته پیشتر گفتم به آینده بیشتر امیدوار میشیم که این جوانان ما با علم و دانش و فهم و فراستی که دارن و با انرژی که دارن، یقینا که در فردای کشور، در ساختار فردای وطن و نجات مردم از بحران اینا نقش بسزای خواهند داشت. در ضمن بیندای گرامی هفته پیشتر تقاضا کردیم که اجازه بدین تا جوانان عزیز ما که با زیور علم و دانش و تکنولوژی امروزی آراسته هستند، خودشان مسیر زندگی خود، راهی را که باید به او قدم بگذارن انتخاب کنن و نباید بر از اونا تعمیر کنیم که کدام راه را مخصوصا در بعد سیاسی انتخاب کنن و یا پیرو خط سیاسی خاص والدین باشن. اگر سوساد قانم میگیم بینده گرامی، اگر درک میکنیم و میفهمیم که راه و اندیشه سیاسی و فکر ما در 40 سال گذشته مؤثر بوده و ریشه ملی داشته، خب بهتر است که امیران به فرزندان خود هم، به جوانان خود هم بیاموزانیم. ولی اگر میدانیم راه ما اشتباه بوده و به خطا رفته ایم و حاضر هم نیستیم که بپذیریم اشتباه کردیم و راه خطا رفتیم، پس چند لحظه با خود بیندیشیم چی نیازی است که ما امی اندیشه های باطل خود به جوانان خود به حرص بگذاریم و یا فرزندان خود به امی مسیر تشویق کنیم. بارها گفتیم و بار دیگه تکرار میکنیم، بهترین راه برای رسیدن به جامعه سالم مدنی، نجات وطن از بحران و از فلاکت، نجات مردم ما از فقر و بیکاری و بی‌سرنوشتی، قدم گذاشتن به جاده انسانیت است. قدم گذاشتن به جاده انسانیت است، نه راه‌های دیگر که ما را از هم دیگر جدا می‌سازد. سب با جرأت می‌گویم کسانی که رای قومی و زبانی و منتخبی را انتخاب نمودن، باید درک کنند که رای آنها فقط فصل کردن است، نه وصل کردن. وقتی ما در جامعه خود، در کشور خود تروریست و انتحاری و انفجاری را محکوم میکنیم، باید کسایی که راه قومگرایی و زبان پرستی و منطقه پرستی را در پیش گرفتن، اونا را هم به این شکل باید ما محکوم کنیم. باید به خود بیم و از اشتباهات گذشته پند بگیریم و راه وصل کردن را اختیار کنیم. خب ما پیام‌های جوانان ما را نمی‌خوایم که روی پرده تلویزیون بگذارم. در چند روز گذشته جوانان ما شکایت نمودند که هستند کسانی که تلاش دارند ما را از مسیری که خود ما انتخاب کردیم، کمک به امن، فکر کردن به هموطن، مهم نیست که هموطن از کدام گوشه وطن ما هست، ولی انسان وطن ما هست، تلاش دارند که ما را به سوی قومگرایی و مشکلات زبانی تشویق کنن و سوق بدن و از مصاحبت با دیگران که هم قوم و هم زبانشون نیستیم میگن که دوری کنین. به جوانان شکایت خود را کردن و ما سوالی که دارم ایست که آیا وجدانن این روش که با فرزندان خود درس بتیم که
اگر پشتو زبان سی غیر از پشتون و اگر تاجک سی غیر از تاجک و اگر ازبک هزاره سی غیر از قوم خودت با دیگران نداشته باش، یک روش انسانی هست که با جوانان خود ما چنین اندیشی را تعمیل کنیم و در فکرشان تزریق کنیم که هر کی از تو نیست با از او دور باش؟ پس وقتی ما چنین میاندیشیم نباید دیگران را انتقاد کنیم و نباید بر جنجال های وطن ایراد بگیریم، چون خود ما مریض استیم و حاضر نیستیم در فکر تداوی باشیم. وقتی که ما مبتلا به مرض استیم و میفهمیم که مرض ما ساری هست، این واقعا از جاده انسانیت بدور است که این مرض ما به جامعه منتقل بسازیم و دیگر آره هم مبتلا بسازیم به اون. پیام ما برای جوانان عزیز ما، برای نوجوانان عزیز ما میست که راهی را انتخاب کنید که شما را وصل کنه به یک دیگر، راهی را قدم بگذارید که راه انسانیت باشه. هرگاه احساس میکنید که راه شما راه قوم پرستیست، راه زبان پرستیست، راه منطقه پرستیست، شما را از امنوتان جدا میکنه، شما را از اموطنتان جدا میکنه، هیچ وقت قدم نگذارین، حتی اگر کسانی از شما آزرده میشه. و بازم میگم امیدوار هستم جوانانی که برنامه های ما را تعقیب میکنن و خوشحال هستم که تعداد بیننده نسل جوان ما هر روز بیشتر میشه در تلویزیون جهانی امید 24، هیچگاه قدم در جاده قومیت و زبان و منطقه نگذارن. با انسان بهندشید و جاده انسانیت را برای نجات وطن و مردم خود انتخاب کنین که راه آخری امیراست و بس.